در ادامه تنش ها میان حکومت و عطا محمد نور والی بلخ، اکنون سفیر امریکا در کابل، میگوید که از این وضعیت تنها تروریستان بهره میبرند. سفیر امریکا در کابل گفته است که در روشنایی قانون هر چیز در قدرت از عطا محمد نور به والی جدید به گونه مسالمت آمیز انتقال یابد. البته خبر در سایت رادیوی آزادی نشر شده است. جان بست امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که در انتقال قدرت در بلخ خشونت جایی ندارد. اما جالب است که افغان حق نداره خشونت کنه، ولی بیگانه ها دست به هر کاری که بزنن اونا حق دارن، چون وطنشان است، در این وطن قربانی میدن، مصرف میکنن. و اینا اگر میکشن داعش میارن، تروریست تربیه میکنن، تروریست در آغوش میگیرن، تروریست از زندان ها آزاد میسازن، حق قانونیشان است. اما افغانیتان باشه در این وطن حق نداره که اقدام به خشونت کنه و یا اعتراض کنه، و اگه اعتراض میکنه باید مطابق قانون به او برخورد صورت بگیره. سفیر جدید امریکا در افغانستان در یک نشست خبری در کابل تاکید کرد که باید در گفتگو میان دو طرف منافع ملی در نظر گرفته شود، و همچنان گفت که صلاحیت تغییر و تبدیل مامورین از جمله وظایف رئیس جمهور است. خب اول در بالا میگه که در گفتگو باید منافع ملی افغانستان در نظر گرفته شود. منافع ملی افغانستان حفظ و نگهداشتش مربوط افغان ها میشه، اما وقت میتونیم که منافع ملی خود حافظ و نگهدار باشیم که و منافع ملی خود در نظر بگیریم که بیگانه ها در منافع ملی ما مداخله نداشته باشند. و در رابطه با تغییر و تبدیل هم آقای سفیر باز هم پنهانکاری میکنن. ای جناب واضح نساختن که در 2014 چه کسی، کدام دولت، کدام نیروی یک فرد بازنده مریض روانی را من حیث رئیس جمهور بر گرده ملت ما نصب کردن. سفیر امریکا به مردم افغانستان توضیح نداد که در انتخابات 2014 تیم غنی بازنده اصلی انتخابات بود، ولی تلاش های سفرای امریکا و انگلیس و مداخله آشکار جان کری وزیر خارجه وقت امریکا برخلاف اراده مردم و خواست مردم برای به کرسی نشاندن شاه شجاع زمان یعنی اشرف غنی صورت گرفت، تا جایی که توافقنامه حکومت وحدت ملی برای ساختن یک دولت ضعیف و ناتوان را بستند و غنی را در کرسی قدرت در هر ریاست جمهوری شاه شجاعانه قرار دادن تا در همکاری با خائن ملی حنیف اطمر مامورین تطبیق پلان های بعدی آنها بدون چون و چرا باشن. آقای سفیر باید صادقانه به مردم افغانستان میگفتند که چه کسی در مذاکرات 2014 با آنها روی ساخت دولت وحدت ملی که برخلاف اراده مردم افغانستان بود ولی از ناچاری مجبور شدن آن را بپذیرند روی میز مذاکره قرار گرفت. من البته بیندگی رو می درست قبل یا صرف قبل بود گفتم که والی بلخ هنوز هم ناگفته های فراوانی دارد که اگر مجبور شد شاید روز تمام جریانات و واقعیت های انتخابات 2014 به مردم افغانستان و جهانیان برسانه. ولی باز هم می بینی که آقای نور تلاش دارد تا مشکل از روی مذاکره و تفاهم حل کرده، و اگر نشه مجبور است یک نفر وقتی که نابودی خود ببینه، نابودی یک سمت از افغانستان ببینه، مجبور است که دست به اعتراضات مدنی بزنه و یک قانونیشان است. و در اینجا همگی شاهد هستیم که چی دستای بازی میکنه که شمال افغانستان نارام شه. نارامی تنها در یک ولایت افغانستان یعنی قید نمیوانه، تمام شمال افغانستان نارام میشه و در این آرامی مردم بدبخت ماست که متحمل قربانی های بیشتر میشن. البته بینای گرامی بازم یادآور میشم که یک بار دیگه بسیار به صورت دقیق
جریانات کشور از 1994 یعنی تشکیل گروه طالبان در پاکستان که خانم مادلن البرایت وزیر خارجه وقت هم در اون نقش داشت که بعدا در مجلس شورای امریکا از او سوال شد که چرا این گروه ساخته شد و او گفت که من عرفه ندارم. یک جریانات از سال 1994 تا 2001 و مقاومت مردم افغانستان و زد و بندها و از 2001 تا کنون بررسی کنین، شاید بسیار مسائل نزدتان روشن شود که در این کشور چی جریان داره و قدرت های جهانی یک پشت دیگر از کشور و مردم ما چی میخوان و چرا باید در این کشور همیش مزدور و وابسته و عجیر و بیگانه و خائن در حرکه قدرت قرار داشته باشه و کسانی که به خاطر آزادی و استقلال رز میدن و هنوز هم در این مسیر مبارزه میکنن اصلا سیاسی و نظامی به دوچان دور شدن از اینا راه را برای ادامه جنایت و خیانت بیشتر در وطن ما، در وطن ویرانی ما، در وطن جنگ زده ما باز میکنن. تکرار میکنم و با اشاره به همین مطلبه اوتایی که یاد کردم، در شرایط کنونی والی بلخ صدایش برحق است و صدایش صدای اکثریت خاموش مردم افغانستان است، ولی با تأسف که انوز هم حتی روشن فکران و روشن فکر نمه ها و چیز فهم ها و افراد مریضی که جز به قوم و قبیله و منطقه و زبان نمی اندیشن و آگاهانه و یا ناگاهانه آب با آسیاب دشمن می ریزن، والی بلخ را محکوم و غنی را برحق می شمارن. این دسته مردم از جمله کسانی هستند که هرگز در وجودشان احساس ملی و احساس مسئولیت در برابر وطن و مردم وجود نداره و برایشان مهم نیست که سرنوشت مردم و کشور با کجا می انجامد. اما یادم باشه که تاریخ گواه عزیز که اگر مردم افغانستان دست به دست هم بدهند، هیچ نیروی نمیتونه جلو اراده از اونا را بگیره. با وجود تیرگی هایی که امروز موجود است، اما باز هم مردم ما هنوز زنده هستند، هنوز در صحنه حضور دارند و متوجه دسایس دشمنان داخلی و خارجی هستند و اگر این سیاست غنی و عبدالله ادامه پیدا کنه و بیشتر تاکید روی حذف اقوام دیگه افغانستان صورت بگیره، من یقین دارم که عمر می دولت بسیار کوتاه خواهد باشه و شاید هم کوتاه‌تر از چیزی باشه که محاسبه شده. اما نیاز اصلی هم ایست که در چنین شرایطی که دشمن در سر تا سر وطن جا داره، داهش هر روز به کشور ما رسمی و غیر رسمی انتقال داده میشه، دولت مردان افغانستان چشم بکشوند، احساس مسئولیت کنند. تا چی زمان نمیخواین اینا عجیر و وابسته و نوکر باشن؟ تا چی زمان نمیخواین که به خاطر به چوکی نشستن خون میلیون ها انسان ما ریخته شود؟ دوری میز مذاکره بشن و کسایی که واقعا از این خاک دفاع کرده و در سنگر دفاع قرار داره با اونا در تفاهم قرار بگیرن. ملت بالاخره باید از این مصیبت نجات پیدا کنه.